با سلامی گرم و درود فراوان به یکی دیگر از برنامه‌های ضیافت خوش آمدید. در گالری سیمون در شهر فرشته‌ها هستم. گالری سیمون و مریم سیمون نام آشنا در لس آنجلس. البته اگه فلاش بک بکنیم، معصومه سیمون و نادر سیمون که الان در تهران هستن، این دو گالری، یکی در تهران و یکی در لس آنجلس، همیشه با دعوت از برجسته های هنر نقاشی، مجسمه سازی، اخیراً که کارهای موسیقی، همیشه در اطلاع فرهنگ و هنر ایران کوشا بودن. باید از مریم سیمون چهره آشنا تشکر کنم که همیشه حامی آرتیست هستن. بریم با سارا اسماعیلی در مورد کارهای عکاسیش صحبت کنیم. بزن. سلام خانم سارا اسماعیلی. خسته نباشید. میدونم که یک برنامه برو پیمون داشتیم و نمایشگاه عکاسی داشتیم که با استقبال خیلی خیلی خوب روبرو شد، که حتما فیلمش رو در قبال این گفتگومون نشون میدیم به بینندگان. یه ذره توضیح بده که چه خبر بوده؟ نمایشگاه که در مورد سوژه‌اش کاشان و ابیانه هستش، که عکس رو من چند سال پیش سفر آخری که در کاشان بودم همه عکس رو اونجا گرفتم، با یه مقدار فیلمی که گرفتم که فیلم شد یا میوزیک ویدیو شدش، و عکسام که الان به صورت نمایشگاه در اومده. و برام خیلی جالب بودش که کاشان رو انتخاب کنم، چون قبلا به کاشان رفته بودم خیلی سال پیش به سفر دانشگاه و خیلی تحت تاثیر معماری کاشان قرار گرفتم. اون زیبایی معماری کاشان خیلی برام جالب بودش و همینطور ابیانه. درست. اگر یه مقداری برگردیم یه فلاش بک بکنیم، اصلا چطور شد که آشنا شدی و نیومدی تو وادی هنر؟ میدونم که من خب اجازه که یک بار دیگه راجع فعالیت های موسیقی که میکنیم هم سخفت گری که اون هر دوشون موزیسنه هست که حرفه‌ای هستیم، حالا اونو در یک مسابقه دیگه راجبش صحبت خواهم کرد. میخوام ببینم که چطور شد که اصلا با مسئله هنر آشنا شدی که بعد رفتی به صورت حرفه‌ای ادامه دادی. یه ذره از گذشته‌ات بگو. آشنایی من با هنر از بچگی به کار هنری خیلی علاقه من بودم، و زمانی که تو دبیرستان باید بود رشته انتخاب میکردیم، که من رشته نقاشی رو انتخاب کردم و خوشبختانه خانوادم خیلی مشوقم بودن در این کار، و دلیلش هم بودش که من مادرم خودشون دانشکده هنری زیبا بودن، دوست نقاشی خوندن و نقاش هستن. اسم کوچیکشون بگید؟ ثریا ناصری. بله. و پدرتون هم میدونم که یکی از فرهنگی های خیلی فعال هستن در ایران. بله، یکی از بنیانگذاران وزارت علوم بودن. بله. اسم کوچیکشون؟ دکتر اسماعیل اسماعیلی. بله. چون برای شما این نام آشنا، ولی چون این مصاحبه شما رو در ماهواره یا طریق تلویزیون یا کامپیوتر در همه جای دنیا میبینن، همینجور این اسمای ارزشمندی هستن و منم سعی میکنم بیشتر روشون صحبت بکنیم که بتونیم یه درودی بهشون بفرستیم. بله، مرسی. بعد خیلی هر دو پدرم با اینکه رشته خیلی متفاوتی تو کار متفاوتی بودن، ولی خیلی مشفق بودن در این کار، و من این باعث شد که خب بیشتر تشویق بشم و ادامه بدم و رفتم به هنرستان هنرهای زیبای بهزاد و اونجا رشته نقاشی خوندم، و همینطور عکاسی هم یکی از رشته هایی بودش که اونجا کار میکردیم، روش کلاس رشتیم، یاد میگرفتیم، و از همون موقع من علاقه مند شدم به کار عکاسی. و دیگه دوربین دستم بود و عکس میگرفتم، و در ضمن این که کار نقاشی میکردم. یکی از ویژگی های برنامه ضیافت، من میرم دنبال یه اسمایی که در اصل کمتر به گوش یا به شنیده شده در حالا یه رسانه تصویری یا در رسانه صدا،
یه مقدار از این معلمای هنرستان نقاش و هنرستان بهزاد، از استادایی که باشون کار میکردی، از اونا بگو که ما یه شناختی داشته باشیم. اونا باعث شدن که خیلی هنرمندایی مثل تو الان رشد کردن و آمدن تو جامعه جهانی کار کنن. خیلی خیلی درسته این. از استادامون آقای جعفری بودن، جعفری بله، آقای معتبر بودن، استادای نقاشی عکاسی آقای فرجی بودن و همچنین تعداد زیادی استادای دیگه که بودن و با ما کار میکردن. اینا توی هنرستان بودن، ولی خب بعد از اون که من به بعد از هنرستان رفتم به دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل و در اونجا رشته گرافیک دیزاین انتخاب کردم و استادای اونجا استادای دیگه داشتیم مثل آقای استاد الخاص بودن، هانیبال الخاص، بله، که روحشون شد همه میشناسن ایشونو. و استاد عکاسی دکتر شفاییه بودن که با همون کار عکاسی میکرد و چون من عکاسی دوباره توی دانشگاه ادامه دادم در یه سطح یه مقدار بالاتری که اونجا دیگه ظهور و چاپ عکسم شاملش میشد که شفا. یاد میگرفت و از نظر تکنیکی به چه صورتی کار بکنیم که همین باعث شد که من خودم تو خونه یه تاریک خونه درست کردم برای خودم و دیگه عکس ها رو اون موقع شروع کردم که به میرفتم عکس که میگرفتم میآوردم خودم چاپ میظاهر میکردم چاپ میکردم که خب خیلی اینجوری برام جالب تر بود دیگه کار کردنش. یه پرواز بلند کردید بعد از دانشگاه، اومدی به اروپا یا اومدی آمریکا؟ اول رفتم به اروپا، مدتی اروپا بودم. کجا بودی؟ فرانسه بودم، پاریس، بله، شهر کشور اطراف اونجا رم بودم یه مدتی. بعد از اونجا آمدم به آمریکا. آمدم به آمریکا که دیگه موندگار شدیم تا به امروز. من بله. خیلی فعال هستی، من خب همیشه خبرش بودم میرسه کاری که انجام میدی. اصولا در زمینه عکاسی که الان نمایشگاه داری اینجا، نوع کارات که عکسایی که میگیری بیشتر در همین تم ها هست یا کارهای دیگه هم میکنی؟ مثلا پورتره میگیری یا کارهای دیگه هم میکنی؟ پورتره میگیرم خیلی علاقه دارم اتفاقا به گرفتن پورتره میگم، ولی این معماری کاشان انقدر زیبا و جالب هستش که نمیتونین ازش بگذارین فقط پورتره بگیرین، در صورتی که تو ابیانه خب پورتره هم خیلی سوژه خوبی بودش به خاطر صورت آدمایی که اونجا زن محلیایی که اونجا هستن، که دارم یه چند تا عکسی که اگه دوست داریم میتونیم. بله، این یکی از پورتره هاییه که اونجا گرفته شده که صورت خیلی برای من جالب بودش، اون حالت صورت ها، رنگ ها و تأثیری که اون فضای اونجا میذاره روی چه خوب. این کار یکی از اون ساختمونای توی کاشان، تو شهر کاشان بودش، یکی از چند تا خونه هایی هستش که الان به صورت موزه در اومده، بله. مثل خونه آقا بزرگ، خانه عباسیان و چند جای دیگه که اینم یکی از هموناست که در شب من چون زمانی که چون سه روز اونجا بیشتر نبودم و تمام عکس‌ها رو کارا رو همه رو در عرض اون سه روز انجام میدادم که دیگه روز و شب در حال دوربین به دست در حال عکس گرفتن بودم که این شب بودش. چون کار گرفت. این کار دیگه. بله. این کارم باز یکی از همون خونه هاست که به صورت ابیانس و کاشانی. نه کاشانی. بله. که به صورت موزه در اومده و خیلی برای من جالب بود این از داخل ساختمون گرفتم، چون معماری اونجا به این شکله که دور تا دور این خونه
و اون وسط حیات معمولا یه حوضی هستش، حیات هستش. من این از داخل یکی از این ساختمون رو گرفتم. بریم سهیم. من هر موقع که این عکسای تو رو میبینم دنبال سهراب سپهری هستم. اونجا خیلی دوست داشته. بله، خیلی یادآور. بله. این ابیانه هستش و یه فضای جالب پیدا کردم که طبیعت رو نشون میداد بین این دو تا ساختمون که و اون سرخی زیبای شهر ابیانه رو. این بله. اینم باز یه دورنمای ابیانه است. بریم بعدی. اینم باز در ابیانه است، یکی از اون کوچه ها و اون عمق کوچه رو نشون میده که برای من خیلی جالب بود. خیلی زیبا است. بریم سراغ بعدی. زیبای شهر رو نشون میده. اینم باز دو تا در شهر در دهکده ابیانه است که اون لباسای زیبای محلی ها رو اونم باز کاشانه. بله، یکی از این باز ابیانه هستش که این محلی های ابیانه رو نشون میده که اگه میبینید صورتاشون رو گرفتن چون نمیخوان عکس‌هاشون گرفته بشه که برای من خیلی اتفاقا جالب بود چون یه حالت خیلی جالبی به عکس داد تا اگه میخواستن بشینن جلوی دوربین. فقط این باز کاشانه، یکی از همون ساختمونه که موزه شده. اینم باز یکی از همون خونه ها بودش که ورودیش بود که برای من بله خیلی زیبا. من خیلی کمتر تردد آدم ها رو توی عکساتو میبینم. زمان صبح زود بوده نه یا؟ اتفاقا خیلی زمانی بودش که خیلی شلوغ بود هر جا که میرفتیم، ولی من باید بود یه لحظه ای رو پیدا میکردم که کسی نباشه. یعنی حس میکردم که دارم کار خبرنگاری میکنم که اینقدر سریع باید بود عکس ها رو میگرفتم. اینم باز یکی از همون خونه هاست. اینم ابیانه هست. این بازار بله. در آینده قراره بکنی، حالا گفتم در زمینه موسیقی که خودم فعالیتاتو میدونم، ولی چون بیشتر نگاهم به کارهای عکاسیت توی این گفتگو، برنامه‌های آینده چه هست؟ در زمینه عکاسی؟ بیشتر در زمینه عکاسی که ختم برنامه امروز و بیشتر عکاسی هست. بله، در زمینه عکاسی میخوام حتما برم یه سری کار عکاسی دوباره بکنم. هم سفر آینده که میرم ایران احتمالاً یه شهر دیگه رو انتخاب بکنم یه سری عکاسی اونجا بکنم و یه مقدار عکاسی ابسترکت هم دوست دارم انجام بدم اینجا. من دوست داشتم که با تو خیلی صحبت بکنم، ولی میدونم که از شب نمایشگاه یه مقدار فیلم داری. خواستم تشکر کنم این وقت گشتی و یه تشکر فراوان دارم از دوربینمون گری که در از همسخت به توه و تو این کارها خیلی به تو کمک میکنه، ولی خب نمیتونم اونو ببینم. ما اونو میبینیم ولی ما رو میبینم. از اونو خیلی تشکر میکنم و امیدوارم که بتونم همونجوری که در اول برنامه اشاره کردم یه گفتگوی با
ارتباط داشته باشم که بیشتر راجع به فعالیت‌های موسیقی و نقاشیت اونا رو بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. مگه کاری نداری که کم کم خدافظی کنیم؟ مرسی، منم خواستم از شما تشکر بکنم که زحمت کشیده اومدید. نه، من همیشه که با دیداری که از شما میکنم لذت ببرم و همیشه حاوی خبر هستین، همیشه دستتون پره با کارهای نو. مرسی. و من مطمئن هستم که بسیاری از افرادی که در هر جای دنیا کارهای شما رو میبینن خیلی خوشحال میشن. از این تشکر میکنم. در پایان بخش یکی دیگر هست برنامه های ضیافت در کنار سارما اسماعیلی هستم که در نمایشگاه عکاسیش بودم در گالری سیهون. براتون روز و شب خوبی آرزو میکنم. عشقتان فرزون، مهرتان جاویدان. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.